با درودهای بسیار گرم به گرامیانی که در این تالار نشستند و درود به گرامیانی که برنامه رو چه اکنون و یا چه از این سپس می‌بینند و سپاس به دوستان در جنبش نوزایی و نوزایی رنسانس ایرانی که چون این برنامه‌ای رو برگزار می‌کنن یا برمی‌گذارن تا کوشش‌ها و پژوهش‌های ایرانیان به شنود و آگاهی دیگران برسه. سپاس به شما. در پیوند با گفتارهایی که ما پی می‌گیریم تا به کنون گمان می‌کنیم پنجمین گفتار هست که پی گرفته ایم با هم، در پیوند با شاهنامه است. شاهنامه بخش نخستش بسیار در اسطوره. کمی می‌خوام درباره خود اسطوره سخن بگم که شاید بیشتر با خود شاهنامه از این نگاه نزدیک بشیم. یکی از خوانش‌هایی که برای اسطوره کردن، خب واژه‌ای است که برآمده از یونانی ایستوریا یا هیستوریا یا هیستوری، و این واژه خب همچنان که واژگان فراوان دیگری از یونانی و پارسی به درون عرب زبان عرب میره، رخت و پوشاک زبان عربی تنش میکنن و گویند که عربی میشه و برش جمع درست میکنن، اساطیر درست میکنن و از این گونه. و این چه هست؟ و این بیشتر به چم گزارش گذشته هست، آنچه را که در گذشته رخ داده، داستانهایی که در گذشته‌های بسیار دور رخ داده. برای اسطوره یک از خوانش‌ها اینه که رویدادهایی که در گذشته رخ داده ولی دگرگون شده، ساختار میتولوژی دینی به خودش گرفته، آسمانی به خودش گرفته هم گفتند. برابر اسطوره رو واژه میتولوژی گذاشتن. میت که چمه یه چیزی که ساختگی باشه یا دروغ نمیشود گفت، ولی یه چیزی که راست نیست، یه چیز ساختگی. و برای واژه میت تو زبان پارسی میتخت هم گفتند. میتخت همون برابر چیزی که در گذشته رخ داده ولی روشنیش برای من هنوز روشن نیست، اونجا تا چند از روشن هست. این یه نکته. اینا کانسپت ها یا اون همیافته نخستین بخش نخست سخن من هست. اسطوره در هر فرهنگی اگر باشد، نشان کهن بودن و باستانی بودن، دیرینه بودن آن فرهنگ هست. اینا رو چون دفینیشن ها بدونید، خانش ها یا اون بگفت عرب زبان تعریف ها بدونید، هرچی که یک فرهنگ اسطوره بیشتر داشته باشه، نشان از این دارد که در گذشته های بسیار دورتر این فرهنگ سرش یا تارکش میخوره به اون چکاد اون روزگاران بسیار کهن. اسطوره به روزگاران پیشا نوشتاری برمیگرده، اون زمانی که هنوز نوشتن نبوده، مردم داستانهایشون رو و داستانهای رودادها رو داستان میکردن، گاهی میپروروندن گاهی نمیپروروندن، ولی چون داستان سینه به سینه از برمی به برم دیگر می رفته است، در برم مردم می نشسته است این رویدادها. فرهنگایی که یا مردمانی که دارای اسطوره نیستند یک کمبودی بزرگ دارند. گفتم بارها که زمانی که می بینند برخی فرهنگایی که تازه ساختار گرفتن ندارند، از این نبود و کمبود اسطوره می رنجند. برای همین میکوشن تا سینه تاریخ خودشون را بکاوند و چیزی بیابند که بار اسطوره داشته باشه، ای چه بسا که نیست ولی برای خودشون میسازن. در از این گونه ما داریم در همین جا یا جای دیگه یادم نیست گفته، چون در این باره سخن میگم، این داستان کروغلو رو لابد شنیده باشید همتون، که یه داستانی است که 300 سال پیش رخ داده، ولی برای مردمانی که ترک زبان هستن، ترکمان زبان هستن، برایش سمت و سو بار و درون مایه اسطوره‌ای دادن، میتولوژیک بهش دادند. چرا چنین میکنن؟ با این کار میخواهند بگویند که ما در گذشته های بسیار دور بودیم،
اونان که این در همین چند صد سال پیش بیشتر هم نبوده و در بخش گرگان و دشت ایران هم رخ میده، این میان ترکمن هایی که در اونجا بودند. یا شما میبینید ترک هایی که در ترکیه هستند، اینها برای اینکه زن پس از اون که ملت نیشن ترک رو ساختن، پیش از این نیشن ترک نبود، این دنبالی اون جنبشی بود که در اروپا رخ داده بود که هر بخشی میخواست خودش رو یک ملت، یک نیشن بسازه. ترکیه همچنین کرد، ما داشتیم ولی به این روشنی نبود، زیرا که شما در اگر در 1800 سال پیش یک دولت بسازی بر پایه ایران، این میشود گفت که در 1800 سال پیش ما ملت رو داشتیم و همین دریافتی که امروز جامعه مدرن ازش میکنه، ما اون دریافت رو داشتیم و اون هم ارتخشیر پاپکان یا اردشیر بابکان دولت خودش رو، فرمان روایی و شهریایی خودش رو میگذارد ایران شهر، ایران شهر یا فرمان روایی ایران، ایرانیان. خود اگرچه خود واژه ایران به چم جمع هست، چم ایر، ایران، ولی خب این واژه باز در گذار زمان دگرگون شده، نام سرزمین رو به خودش گرفته و کسانی که از این سرزمین هستند به چم ایران، ایرانی و ایرانیان هستند. ولی میبینیم که در ترکیه هم ترک ها اومدن باز هم برای خودشون اسطوره ساختن، اون گرگ خاکستری رو درست کردن، چیزی که در روم اون سگ ماده سگ سیاه رو، رومانوس رو برای خودشون، اون توتم نخستین که بار میتولوژیک داره، اینا هم چون این کاری کردن. همه اینها تنها برای این هست که بگن که ما تاریخ کهنی داریم، ریشه در ژرفای تاریخ یا در اون بلندای تاریخ داریم. ما اینا رو داشتیم، فراوون هم داشتیم. و پس یادم باشد که هرچی که ما اسطوره بیشتر داشته باشیم، نشان از کهن بودن و باستانی بودنمون هست و اینها رو سخت گرامی بداریم. فرهنگایی که ندارن میکوشند از زمین و آسمان، در و دیوار، کوه و دشت میگرن تا چیزی بیابن و باره میتولوژیک بهش بدن، اسطوره‌ای بهش بدن و بنویسن در سینه تاریخ خودشون. این را هم گفتم یادآوری کنیم. ولی اون چیزی که در پیوند با اسطوره‌های من هست، آیا اینها گونه ای از برساخت‌های پنداری و آرمانی مردمان بوده؟ یعنی که نه، اینها رخدادهایی هست. اسطوره شناسان نگاهشون نست که آنچه که ما به نام اسطوره اکنون میشناسیم، اینها در روزگاران بسیار کهن رخ دادند، ولی در گذار زمان از سینه‌ای به سینه دیگر رفتن، از بازی زمانی به بازی زمانی دیگر رفتن، رنگ و رخسار این رویدادها کمی این سو شده است و کمی آن سو، بران چیزی آراسته شده و یا چیزی از آن پیراسته شده. آراستن و پیراستن، آراستن رو اگر یادمون باشد گرامیان، ما برای اینکه چیزی رو زیبا بکنیم میافزاییم، بران میافزاییم رنگ از این چیز رو میاد تا زیبا بشه. پیراستن کوتاه میکنیم، چیزی که شاخ و برگایی که نیاز ندارن، موی بلندی که دست و پا گیره و زشتی میاره، کوتاه کردن رو پیراستن میگن. ما همواره در تاریخمون یک روند زیبایی شناسی، آرایش و پیرایش داشتیم. همواره فرهنگ ما، در همه فرهنگ ها، بیجارا من سخنم روی فرهنگ خودمون هست، چون یک جان زنده و هوشمند و هدفمند، یه بار دیگه من میگم، فرهنگ چون یک جان زنده، یک بود زنده، هوشمند، هدفمند، چون خود واژه فرهنگ چنین هست، میکوشیده همواره بپیراید و بیاراید هر آنچه را که در خودش داشته، زیباش بکنه، جایی که کمبود هست بهش بیفزه، چیزی که جایی که افزوده هست خوب نیست یا خشکیده یا چرکین هست، اینها را بتراشد، بساود و زیباشون بکنه. در فرهنگ ما هم، در اسطوره شناسی ما هم این رخ داده، چیز شگفتی هم نیست. اسطوره شناسان که با تاریخ دانان هم یک جا با هم کنار همدیگه وامیستن، با هم همکاری میکنن،
میکوشن که ته این اسطوره ها رو بیابن که به راستی خود این اسطوره اون ته ته چی بوده. خب دریافته گوناگونی هست، ولی ما هنوز یک گزاره روشن 100% نداریم که بتونه بگه که بله این میتونه اون باشه که یک تاریخدان یا یک اسطوره شناس دریافت داره. ولی میکوشن بیاری ابزارهای نوین مدرن و پژوهش‌های دانشورانه خودشون نزدیک بکنن به اون رویدادهای نخستین. خب از این سخن بریم سراغ خود شاهنامه و یا سراغ فریدون بریم. در فریدون رو اگه یادتون باشه در گفتاری که داشتم، روزگار پس از تازش بیگانه است یا فروشکستن بیگانه هست، بیاری جنبش فراگیر توده‌ای، اون هم توده‌ای شهری، البته توده‌ای شهری که ابزار آهن رو به کار یا آهن رو به کار میبره و آهن در زندگیش اومده. از نگاه تاریخ شناسی گرامینی که تاریخ رو میخونند، ما هنگامی که به پدیده آهن میرسیم، آهن در تاریخ دگرگونی های بسیار بزرگی رو در پی میاره، زیرا آهن یک فلزی هست که فراوون هست، با دمای نچندان بالا میشود او رو از طبیعت آورد بیرون، اون نابابی هایش را ریخت بیرون و آهن ناب رو در آورد و تونست از این آهن ابزارهای گوناگونی مانند شمشیر و تیر و پیکان و سپس کار کشاورزی، بیل و کلنگ و همینطور ستون و ده ها کار دیگه رو انجام داد که پیش از این بشر نمیتونست بیاری ابزارهای دیگه انجام بده. هنگامی که آهن رو بشر، که البته در شاهنامه، در پرپای شاهنامه آهن رو ما از زمان جمشید میبینیم گرفتیم، ولی میشود چون این دریافت که در زمان فریدون یا پس زمان آژیدها که کاوه در اونجا نماد یک آشکوب، یک طبقه بزرگی در جامعه هستن که آهن کاران، در اینجا آهن به یک شکوفایی و رشد بالایی میرسه و مردمانی میسازن یا گروهی از جامعه میسازن که آهن دارن. این آهن در نبرد بسیار به کار میره، بیان که در خود میتولوژی به ما بگه، ولی ما در کنار هم چیدن دیگر پدیده ها در میابیم که خود کاوه هم آهنگر هست، نماد یک گروهی از جامعه هست که با آهن کار میکنه و این آهن آن ابزاری هست یا بخشای گوناگونی که از ابزار گوناگونی که ما از آهن میسازیم انسان رو بسیار توانمند میکنه و او بیاری توان آهن تونست بر آژیدها پیروز بشه. در همین راستا اگر یادتون باشه پرداخت کوتاهی داشتم که در نگاه میتولوژی ما آهن از آن اهورامزداست. آهن اون فلزی هست که اهورامزدا دوست میدارد و این هم میبینید که کاوه آهنگر آهن رو داره و فریدون هم بیاری آهنی که کاوه آهنگر نماد این طبقه در دست داره، شمشیر میسازه، شمشیرهای بسیار خوب میسازه برای نبرد با آژیدهاک. خب این نکته هم بازم داشته باشیم با خودمون که برمیگردیم باز به گذشته. جمشید رو باید روزگاری دونست که همه مردمان ایرانی، اگر ما هندیان رو هم ایرانی بدونیم، چون خب بهرا اینا ایری هستن یا آریایی هستن یا آریک هستن که شاخه از اونها میره به سمت جنوب کوههای هیمالایا، در اونجا اونها پس از چندین سده دارای توان بزرگ شهریاری میشن و اینا خب خویشاوندان همون کسانی هستن که در دشت بزرگ خراسان، جایی که امروز به نام هرات هست، در اونجا گسترش میابند. هرات و بلخ و آمودریا و کمی جنوبی تر میان به رتبه کرانه های رودخانه هیرمند یا هلمند یا هلمند میرسند و بیگمان اون شهر سوخته‌ای رو که نگاه من هست، شهر سوخته‌ای رو که در دنباله رود هیرمند هست در کرانه دشت سیستان، باید که دنباله یه چنین
کوچهایی باید دونست، جا به جایی هایی باید دونست. خب این ایرانیان یا هندوان روزگاری با هم بودن. اون روزگار زمانی است که جمشید روزگاری هست، حالا برخی به نام کس من میگم نه، روزگاری است که ما با هم بودیم و هممون هم جمعی بودیم و مردمان جمعی، برای اینکه جمع و جمک رو ما به گونه لیمه یا یمر ما توی هند ما داریم و این سخن از این هست که یه روزگار این دوتا مردم یکی بودن. ولی زمانی که ما حالا اینجا که به جمشید میرسیم، جمشید بسیار گسترش میده، روزگار جمشید یا اون پارادایم جمشیدی که بسیار قدرتمند میشن، گسترش میابن، زمین های فراون رو میگیرن، چیره میشن بر سرزمین هایی که در دست دیگران بود. و در جمشید میبینیم که سه تا بازه زمانی در بازه سوم سه برابر میکنه، کشور بسیار آباد است، یا اون سرزمین آریایان بسیار آباد هست که خب این آبادی فراوان میتونه زمینه یه تازش بیگانگانی را هم فراهم بیاره که یک الگوی تاریخی است که میشه از کنار اکنون گذشت، که زمانی که یک الگو هست در سرزمینه های ما، زمانی که فراوانی بسیار میشه میتونه از سوی دیگه گرسنگی برای کسان دیگه پدید بیاره و این زمین گرسنگی تازش گرسنگان رو فراهم بیاره و ای چه بسا اون تمدن اون شهر رو نابود بکنند. جمشید در اونجا روشن نیست که مرزهای سرزمین ایران روشن نیست، چیزی به نام ایران همین گونه ای که ما سپس میبینیم روشن نیست، بلکه میشود گفت یک سرزمین بزرگ و پراکنده است که گروه های فراوان ایرانی پراکنده هستن اینجا. و آژیدهاک هم که بر سر کار میاد، دوباره آژیدهاک هم کاری به این مرزهایی که از زمان جمشید به مانداکی برده بود، بیادگار یا ارث برده بود، دست نمیزنه. فریدون هم که میاد بر سر همون زمینه ها کاری بازم نمی کنه. یک جایی میرسه که سخن است، یک جایی میرسه که میخواد که میشه چنین دریافت که فریدون که یک سنترال، یه فرمان روایی سنترالی در دست داره، سنترالیسته، میخواد که دیسنترالش بکنیم، میخواد که فرمان روایی خودش رو سه چار تیکه بکنه و هر تیکه رو به یه جای بده. و شاید هم بشه بر این دریافت که اون روزگار تبارشاهی رو به زبان عرب ملک و توایفی نامیدند. میتونه یک این رو هم در اونجا به ما بگیم که زمانی است که فریدون روی میاره به سامانه دیسنترالیزم، که برخی ها میشود چنین دریافت که روزگاری است که خودشو با سبک و شیوه اسکندریان، یونانیان و سپس پارتیان نزدیک میکنه. از نگاه ساختاری، از نگاه زمانی در این باره من سخنی ندارم. خب اینجا یک بازی زمانی دیگه‌ای هست در که میشود گفت هم زمان فریدونه و هم کم کم فریدون داره میره کنار و پس از خودش یک روزگار تازه‌ای آفریده میشه. این روزگار تازه بسیار جای سخن داره که ما باید توش بمونیم. من یک کمی هم براتون شاهنامه هم میخونم و سپس در دل خواندن شاهنامه براتون بیشتر میگشایم. فریدون که سه تا پسر داره، خب میخواد برای پسرانش همسر بیابه، ولی همسرانش رو نمیتونه از درون ایران بیابه و میره در کجا؟ میره شهر کشور هاماوران یا هیماران یا هاماوران که ساختار پارسی به خودش گرفته، که همون یمن هست، برخی خانش ها یمنه. خب این میره از همسر برای فرزندانش بیرون از مرزهای ایران میخواد بیابه و این نخستین گامه میبینیم در تاریخ خودمون که همسران شاهان بیرون از ایران برگزیده میشن. آیا باز دنبال همون اندیشه دیسنترالیزمی که فریدون داره دنبالش هست؟ همینه که میخواد سه تا پسرش رو در سه تا بخش های از ایران اون روزگار بسپارد و برای همین
روی میاره همسرانش بیرون از مرزهای ایرانی بلکه از سرزمینهای ان ایرانی برگزینه. ان ایرانی یا همون ان ایرانی که واژه‌ای است که برآمده که چیزی کسی که ایرانی نیست، اینکه دشمن ایران باشه. دشمن ایران بودن واژه دیگه ای هست. ان ایران کسانی که ایرانی نیستند. و این واژه بیشتر از هر زمانی از زمان اردشیر پاپکان اومد، یا اردشیر بابکان. اردشیر پاپکان از اونجایی که سامانش را با تئوری مزدا یسنای، سامانه شهریاری خودش را با تئوری مزدا یسنای آیین ناب ایرانی پایگذاری کرد و این واژه ان ایران رو به کار میبره. میبینیم که شاپور یکم و شاپور دوم اونها میگن که ما شاهنشاه ایران و ان ایران هستیم. خب دور نشم از سخن خودم که این سخن یکم میدون گشوده‌ای داره. میبینیم که سه تا همسر از درون ان ایران میابد فریدون برای سه تا پسر. چرا چنین میکنه؟ آیا این همه که ما میگوییم که زنان زیبا، دختران زیبا ایرانیان دارن، نمیتونست دختران توانمند، هوشمند و برنا و دلاور از درون زنان ایران بیا برفت در سرزمین هاماوران؟ و میبینیم کاووس هم همین کار میکنه، سوداور از اونجا میره میگیره میاره. این چه سخنی داره به ما میگه؟ این از اون ویژگی است که اسطوره در جاهای ناآشکار و پنهانی که داره با ما سخن میگه. یکم براتون شانمان بخورم که خسته کننده نباشه همه سخن گفتن. من پاره دو رو از شانمه بخش فریدون شانمه میخونم. میگه ز سالش چو یک پنجه اندر کشید، سه فرزندش آمد گرامی پدید. پنجه همون 50 سال هست. پنجه به بخت جهاندار هر سه پسر، سه خسرو نژاد از در تاج زر. به بالا چو سرو و به رخ چون بهار، به هر چیز ماننده شهریار. از این سه دو پاکیزه از شهرناز، یکی کهتر از خوب چهر ارنواز. این دوتا ارنواز یا ارنواز که دگرگونی یافته ارنوک هست، ارنوکه، و شهرناز هست سنگ هوک است، که دوتا اینا دوتا دختران جمشید هستند که در میتولوژی نشون میده با اینکه اینها در کاخ جمشید هستند ولی اینها پاکیزه میمونند. و توی اسطوره است اینها جای بسیار اندیشیدن داره. با اینکه در دوگونه همسران آژیدهاک هستند ولی زهدان اینها هیچ آلوده نمیشه با اهریمن، باردار نمیشن و گذار زمان هم اونها را پیر و فرسوده نمیکنه. 700-800 سال جمشید بوده، 1000 سال آژیدهاک اهریمن بوده، ولی این دو تا دختر باستان، دختران ایران باستان که همون جمشید هست، نیا ایرانیان، این دست نخورده میمونه. یادگاری بسیار ورجاوند و خجسته از اون روزگاران میمونه و درست زمانی که دختران جمشید به فریدون که از تبار تهمورس و جمشید هست، یا آتبین که سپس آبتین میشه، از اون تبار هست، اینا دست نخورده باقی میمونن و سپس در هماغوشی و همبارگیری از همدیگر با فریدون باردار میشن. شهرناز یا شهرنواز یا شهناز دو تا بعد پسر میزاد که سلم است و دیگر تور. سلم سرزمین امروز را اگر ما بگیم همون سربستان و سرزمین بخشای باختر دریای مازندران، دریای کاسپین هست، و تور هم که در بخشای خاوری ایران بوده در ایران اون زمان، که البته سپس این سرزمین ها رو چون مردمان دیگری از تبارهای دیگری میگیرن، تبارهای زرد و مغول میگیرن، نام تور و ترک به اونها داده میشه، اگر نه اینها دسته های دیگر ایرانی بودن که بیگمان شاخه هایی از
شاههای سک بودن، اینا شاههای سکه بودن این تورانیان. خود واژه تور هم یکی از واژه تور به چمه سگ کوچک هست، طول سگ هست، طول توره. و سکه، سکه هم باز هم اینا به هم دیگر از نگاه زبانی و ساختاری به هم میخوره. باری سلم و تور بخش خاور ایران و باختر ایران رو میگیره، دوتاشون دوتا برادر از شهرناس، شهرنواز، شهرناس و ایرنج پسر سیومش که از ارنواز هست. از این نگاه میگه که ارنواز بزرگتر از شهرنازه، برای اینکه بانوی باخرد و هوشمند و توانایی هست. اون زمانی که آژیدهاک در خواب میبینه، در بوشاس به خیش میبیند که کسی اومده است از به تخت و تاج او میتازد، سراسیمه از خواب برمیخیزه. این ارنواز هست که او رو آرامش میده. من واژه ارنواز رو به کار میبرم برای اینکه ار به چم ایران هست. ار نواز، کسی که برای ار مینوازد، خواننده نوازنده است که برای ار میخواند، این رو ارنواز کردم. تو خب اکنون ما ارنواز هم میگیم. و ایرج در اینجا پسر کوچیکترشه، ولی درستش اینه که ایرج پسر بزرگتر باید باشه. بانوی از بانو ارنواز هست یا ارنواز هست یا ارنوک هست که اون رو فریدون به پسر سیومش که از ارنوک هست میده، ایرج. ایرج هم یا ایرک یا ایراک، خب این نامیست که نام کهنیست که به همون کسی که فرمان روای ایران میخواهد باشه، فرمان روای ایرها میتونه باشه. این ست پسر خب اکنون بزرگ شدن و باید اینا همسر براشون بیابد و دنبال کسی میگرده. میگه فریدون از آن نامداران خیش، یکی را گرانمایه تر خواند پیش، کجا نام او جندل پرهنر. که من نگاهم اینه که جندل باید باشد یا جندل باید باشه که اینجا جندل. کجا نام او جندل پرهنر، به هر کار دلسوز بر شاه بر. اون بسیار دلسوز بر شاه هست، دستیارشه، دستورشه. بدو گفت برگرد گرد جهان، سه دختر گزین از نژاد مهان، سه خواهر ز یک مادر و یک پدر، پری چهره و پاک و خسرو گوهر، به خوبی سزای سه فرزند من، چنان بشاید به پیوند من. خب این جندل میره در سر تا سر ایران میگرده ولی کسی رو نمییابه و میرسه به اینجا، میگه به هر کشوری که از جهان مهتری، به پرده درون داشتی دختری، نهفته بجستی همه رازشان، شنیدی همه نام و آوازشون. این پنهان بیان که اونها بدونن سر در میابد که درون خانه کدومی که از این مهان بزرگان، سه تا زن و مردی هستن که سه تا دختر زیبا دارن از یک مادر و یک پدر. سده خان پرمایه کس را ندید، که پیوسته آفریدون سزید. کسی شایسته نبود که با فریدون به پیونده. خردمند و روشندل و پاکتن، بیامد بر سرو شاه یمن. شاه یمن در چند جایی به نام سرو یاد میکنه، یاد میشه ازش. سرو شاه یمن نامش سرو، در چندین داستان دیگه هم همین سرو برای شاه یمن گفته میشه. میبینه که شنیده بود که بله این شاه یمن سرو دوتا دختر دارد که از یک زن هستن، همشون هم زیبان. اومد سراغ بهش گفت که برو سراغ این فریدون، گفت که به اون جندل گفت که برو سراغ شاه یمن سرو و سه دختر رو خواستگاری کن. زمین را ببوسید و چربی نمود، بران کهتری آفرین برفزود. رفت پیش اون و کرنش کرد درباره. به جندل چنین گفت شاه یمن، که بی آفرینت مبادا دهن. آفرین بی آفرین
ستایش کردن در گذشته هنگام کسی رو میدید میگفت که درود و آفرین بر تو. اینجا میگه بی آفرین دهن کسی مباد باشه، تو چنین کسی هستی. چه پیغام داری چه فرمان دهی، فرستاده گرامی رهی. فرستاده گرگرامی، میگه که تو فرستاده ای هستی، چه میتونی گرامی، چه پایم دست باشید، چی پیامی دارید. به دو گفت جندل که خرم بودی، همیشه ز تو دور دست بدی. خب اینجا میره و میگه که داستان رو میگه که من نمیخوام بیشتر بمونم در اینجا، و میگه که من پیغومی دارم از فریدون، آفریدون، که سه تا دختر تو داری و اون هم سه تا پسر داره و شما بیان با همدیگر پیوست داشته باشین. ببینید شاه فریدون شاهنشاه هست و شاه یمن زیر فرمانشه. در اینجا اینا درست در یک رده وامیستن، زیرا که پسران شاه باید با دختران شاه یمن، اینا در یک رده باید وایستن. اینا پیام هاییست که توی شاهنامه و توی میتولوژی باید بخونیم که چی داره میگه اینجا و چرا چند جای دیگه هم میبینیم که این شاه یمن میاد بالا در اونجا وامیسته که با شاه شاهان شاهنشاه همترازی بکنه. ها اینا رو در اندازه پرسش براتون میذارم. من و اون هم سپس شاه یمن بهش میگه که بسیار خوب، من که نمیتونم در برابر شاه فریدون آفریدون وایستم، برو پسرای شاه رو بیار و ببین، من میخوام ببینمشون. و رفت و پسران شاه رو آوردن و میرسه به یه جایی که سپس هم میپذیره این پیوند رو که دختران خودش رو بده به پسران فریدون. پس از این که این داستان زناشوی انجام شد، میرسه به این که دیگه فریدون پیر شده، اکنون میخواد کشور رو سه بخشش میکنه. نهفته چو بیرون کشید از نهان، به سه بخش کرد آفریدون جهان. جهان همون ایران هست. یکی روم و خاور، دیگر ترک و چین، سیوم دشت گرگان و ایران زمین. درستش سیوم هست، درستش دویوم هست گرامیان، که ما سوم میگیم و دوم میگیم. درست پارسیش دویوم سیوم هست که من همیشه هم دویوم و سیوم به کار میبرم. نخستین به سلم اندرون بنگرید، همه روم و خاور مرو را سزید. بفرمود تا لشکری برگزید، گرازان سوی خاور اندر کشید. اینجا خاور رو که درستش باید بخش خاور خودمون باشه، ولی در شاهنامه خاور جابجا میکنه، به سمت روم او رو میفرسته، که روم که در بخش باخترمون هست. به تخت کیان اندر آورد پای، همی خان دندیش خاور خدای. دگر تور را داد توران زمین، برا کرد سالار و ترکان و چین. یکی لشکری نام زد کرد شاه، کشید آنگهی تور لشکر برا. بیامد به تخت کی برنشست، کمر برمیان بست و بگشاد دست. بزرگان برو گوهر افشاندند، همی پاک توران شهش خواندند. از ایشان چون نوبت به ایرج رسید، مرو را پدر شاه ایران گزید. هم ایران و هم دشت نیزه وران. دشت نیزه وران، خب اکنون بازم گفتم همون هاماوران و نیزه وران برابر با یمن هست، یا اگر بگیم سرزمین های سامی هستن، عرب تبارن. هم ایران و هم دشت نیزه وران، همان تخت شاهی و تاج سران. بدو داد کورا سزا بود تاج، همان کرسی و مهر و آن تخت آج. نشستند هر سه به آرام و شاد، چنان مرزبانان فرخ نژاد. خب اگر هر یک از اینها پادشاه یه بخش شده، خب پس فریدون کجاست؟ فریدون درسته یک اون هم شاه هست دیگه، شاه شاهان هست، اکنون شاه است که شاه است و پسرش هم هست. خب اون بیگمان در ایران میمونه، زیرا که همه اینها از ایران جدا میشن. اون مادر شهر، مادر کشور ایران هست.
داستان این رو هم همینجا من براتون کوتاه کنم که پس از این که این سه تا برادر هر کدومشون بخشی از این سرزمین ایران و بزرگ رو گرفتند، زمان گذشت و سلم یک تخم بددلی رو میندازه تو دل تور. سلم به تور میگه که به گفته خرس رو از خواب بیدارش میکنه که ببین تور، این بابای ما فریدون سر ما کلا گذاشت، بهترین جا رو داد به پسر سگولی خودش، نور چشمی خودش ایرج، ایران رو داد به اون، ما رو هم یکی رو پرت کرد این ور کرد پرت کرد اون ور. تور که تا اون زمان حواسش نبود و تو گویی که خوابش بود، به یک هنگام بهش گفت درست میگی، به درستی که پدر با ما بد تا کرد. و این همون آغازی میشه که تور می نشینه، برنامه می چینه که چیکار کنه که کین بخواد از برادر کوچکتر خودش، از یه نگوشه از نگوشه برادر بزرگتر خودش. در اینجا این سلمه که این تخم لغ رو میندازه، این تو دهن اون دندون لغ رو میندازه و تور و توره که این داستانه رو راه میندازه. و درست پس از این هم ما میبینیم که سلم دیگه دیده نمیشه، با اینکه این سلمه که این کین رو در دل تور میاندازه و تور و خفتور از خواب بیدار میکنه، ولی در جنگ ها و نبرد هایی که ما دست کم در اون روزگار اسطوره داریم دیگر از سلم سخنی نیست، ولی این توره که درگیر میشه، زیرا که اون زمانی که میاد برادرش رو میکشه، نخستین برادرکشی رو ما در تاریخ خودمون داریم، سپس جنگ برادران هم میآغازه. برادرکشی رو بد نیست که یک سری بزنم به دیگر اسطوره ها و دیگر میتولوژی ها. یکی از داستان هایی که در دیگر بخش های جهان برادرکشی رو میبینیم، هابیل و قابیل هستن. دو تا برادر هستن که گویا یک کسی دامدار از یک کسی دیگر کشاورزه، و برادر کشاورز برادر چوپون و دامدارش رو میگیره میکشه، و اون هم همین پدیده رشک میاد. پدیده رشک یاد ماش گرامیان که در میان نزدیکترین کسان پدید میاد، کسانی که بسیار به هم نزدیک هستند، از یک تبار و جنس هستند، ولی یک کسی بهتر از او دارد، کسی کمتر از او دارد، زمینه رشک میشه. در اینجا هم میبینیم که اون خدای یهوه، اون از چوپان چی میکنه، از اون پسر چوپان پشتیبانی میکنه، ولی این از این یکی دیگه پشتیبانی نمیکنه، زیرا که اون چوپان برای خدا، برای یهوه گوسپند میکشد، قربانی میکند. او بسیار دوست داره گوسپند کشتن رو، کشتار رو، قربانی کردن رو، ولی این یکی دیگه دنبال کشاورزی است، برایش از این چیز کشاورزی برای یهوه میبره، پیشکش میبره، و این خوشش نمیاد. یهوه یا ال یا خدای باستان سامیان خوشش نمیاد که تو بر من خوراک کشاورزی آوردی، من دوست داشتم گاوی رو بکشی، گوسپندی رو بکشی، خون توش باشه، من بیشتر اینو دوست دارم که این زمینه. و سپس این نور چشمی خدا میشه و این برادر کشاورز میاد اون برادر چوپون رو میکشه. رشک در اینجا هم میبینیم که برادر تور که برادر ایرج هست، برای اینکه چون ایرج زمین بهتری رو گرفته از پدر خودش، رشک میرشکد یا رشک میبرزد و زمینه مرگ او رو پدید میاره. سخن اینه که در تاریخ ما تا چه اندازه این جنگ برادران یا رشک برادران زمینه جنگ و کشتار میشه و کشتارهای فراوانی رو پدید میاره. فراوان داریم در تاریخ. این نکته رو هم یاد داشته باشیم گرامیان که نمیدونم زمانم تا چه اندازه است. مهردا جان من تا چند زمین سخن بگم؟ خدمت من عرض میکنم که آزاد وقتتون 20 دقیقه. داستان هایی که پس از در اسطوره من میخونیم، داستانی که پس از این مرگ ایرج رخ میده،
تاریخ ایران تاریخ بسیار ویژه‌ای میشه، این روزگار پسافریدون رو ما میتونیم ببینیم و جنگ‌های چند صد ساله پدید میاد که این جنگام هیچ پایانی نمییابد به این سادگی، تا اینکه پس این بخش‌های جنگ‌ها رو کیخسرو سرهم میکنه و دوباره کیخسرو از اونجا که داستان تورانیون رو به سرهم میکنه میذاردشون کنار، جنگ‌های دیگر خانگی و خانوادگی پدید میاد که ما میبینیم که اسفندیار و بهمن و گشتاسب اینها باز جنگ با خاندان سیستان را، خانواده شاهی سیستان را در دست میگیرن و داستانش رو شما گرامیان میدونید. نکته دیگری که باز در همینجا در پیوند با فریدون برامون داره که میخوام در گفتار خودم بیارم، پیدایش یک نهاد تازه است یا دو سه تا نهاد تازه است. یکی از این نهادهای تازه روشن شدن مرزهای ایران هست. هم مرز ایران میبینیم که در اینجا روشنه، هم مرز توران روشنه و هم مرز سلم یا سلمان برامون روشن هست. مرزهای ستا پیش از این برامون روشن نبود، نمیدونستیم مرزا کجاست. یکی نکته دیگر که باز هم در اینجا در پیوند با مرزها، پیدایش یک نیروی ارتشه. ارتش رو درسته که در زمان جمشید ما نیساریان پدید اومدن، نیساریان کسانی که نیزدار هستن یا نیزداران یا نیزوران هستن که ارتشی ما ازشون یاد میکنیم، ارتشداران. در اینجا در زمان فریدون این نهاد بسیار آشکار میشه، برجسته میشه، دارای در و پیکر هست. در و پیکرش هم اینه که ما پهلوان میان در سامانه پادشاهی ایران یا شاهنشاهی ایران یا ایران شهر، ما میبینیم که پهلوان میان، پهلوانای فراوانی هم هستن، چند تا خاندان بزرگ هستن که اینها خاندانهای پهلوان هستن و اینها سپهسالاران و فرماندهان جنگ هستن که هنگامی که به کشور بتازه اینها فرماندهی جنگ رو در دست میگیرن. از بخش سیستان که گرشاس و سپس، البته گرشاس دو تا چهره هستن گرامی، یکی چهره توی نوشتهای پهلوی زرتشتی مزدای اصنوعیه، یکی دیگر گرشاس کسیه که نیای رستم هست، نیای سام نریمان، همینطور که میریم بالا میرسه به اونجا که برخی ها گویند که این درگیری میان دو تا گرایش دینی که میشود گفت که گرایش دینی رستم که میخوره مهری و میترایی هست، فریدونی اگر بگیم درسته، اینا گرایش فریدونی هستن. فریدون در شاهنامه نخستین شاه میترایی‌مون هست، نخستین شاه مهری‌مون هست و ما میبینیم که تا رستم همه وفادار به فریدون هستن. درست در زمان لهراسب که یه خاندان دیگری هست در بلخ و در هرا، در اونجا بخش شمالی تر، اونجا دوباره اینها که آیین زرتشتی رو در اونجا داشتن، آیین یه شاخه دیگری از آیین‌های مزدای اصنوعی باستان، اگر ما بگیم دو تا شاخه بزرگ از دیرگاهان داشتیم، یکی آیین مزدای اصنوعی مهریه، یکی آیین مزدای اصنوعی که سپس به نام زرتشتی ازش یاد میکنیم. این بخش آیین مزدای اصنوعی که گونه زرتشتی است جوانتره، اگر هم بوده آنچنان توانا نبوده ولی سپس توانا میشه و زرتشت نمایندگیش در دست میگیره. آیین دیگر که میترایی هست که از فریدونه و این درست تا زمان گشتاسب هست و حتی میبینیم که همه شاهان ایرانی همشون فریدونی و میترایی هستن، مهری هستن. و دوباره زمانی که آیین مزدای اصنوعی زرتشتی پا میگیره، جنگ با اون بخش دیگری هست که میترایی و فریدونی هستن آغاز میشه و رستم نماد این هست. این درگیری های دوتا گرایش میترایی و مزدای اصنوعی از گونه زرتشتی بیگمان چهره ها را جا به جا کردن
و برای همین میبینیم دو تا گرشاسب داریم، یکی گرشاسب میترایی هست، یه گرشاسب مزدای اسنایی زرتشتیه. هر دو اینها پهلوان هستند. هر دو اینها اون برای آیین‌های میترایی، آیین میترایی پهلوانی میکنه، این برای آیین مزدای اسنایی زرتشتی پهلوانی میکنه. باری خاندان بسیار توانمند پهلوانی که شاخه سکه هستن یا سکه تورانی هستن میشود گفت، اینها را میشود حتی برادرهای خواهر برادرهای همدیگه دونست، سکه های سیستان با تورانیان رو میشود بسیار به هم نزدیک دونست و میبینیم که رستم با اونها زناشویی میکنه، حتی خود آژیدها رو میشود گفت که یک بخش دیگری از تورانیان هستن یا شاخه دیگری از سکه هست، سکه هستن. باری این یک خاندان بسیار توانای پهلوان در بخش جنوب خاوری ایران پدید میاد به نام سام نریمان و سپس زال و سپس رستم که این میمونه خودشو پاس میداره تا بهمن و پسر رستم فرامرز و برزو همینطور تا گنا نابود میشن. خب یک خاندان پهلوانی دیگه هم داریم، ما در خاندان پهلوانی توانمندی داریم در بخش شمال ایران هست که اگر امروز به نام ما توس ازش یاد بکنیم و خراسان یاد بکنیم، جایی که بلخ هست و اون بیشتر آیین مزدای اسنای زرتشتی در اینجا بسیار پا گرفته است و اون هم خاندان توسه که ما میگیم توس، بیشتر نامش برآمده از گودرز است، بخش گودرزه که برپای یک خانشی گودرز اینها میتونند همین مردمانی که اکنون گودرزیان که ما داریم در بخش بلوچستان اکنون گدروسیان که میگیم بلوچستان یک از نامه کهن بلوچستان گدروسیان یا همون گودرزیان، ما چندین جا گودرزیان داریم گرامینی، گودرزیان در چی داریم؟ در جنوب زاگرس داریم علی گودرز، علی گود ال به چم خدا هست، خدای گودر علی گودرز، اینا گودر یه گودرز اونجا داریم، ما یک گودرز در خراسان داریم که جای توس هست که این داریم، یکی هم باید که در بلوچستان که اکنون به نام بلوچستان در گذشته بلوچستانی نبود، این نام بلوچستان همین پیرامون 100 سال بیشتر نیست که برای این پاک چیزا آوردن این رو انگلیسی ها آورده و سپس هم جا افتاد، وگر نه پیش از اون سرزمین رو مکران می گفتن، کهن‌تر از اون رو همون گدروزیان یا همون گودرزیان یا گودرسیان می گفتن. خب پس دو تا خاندان پهلوانی پدید میان و این خاندان پهلوانی از ویژگی های روزگار فریدون و پسا فریدون هست، زیرا که درسته که فریدون بیاری کاوه آهنگران و پسرش هم کارن یا کاران کاوگان، اینها خب تونستن بیگانه رو از کشور بیرون بندازن یا او رو به زندان بکشوننش، ولی این خاندان پهلوانی هنوز پا نگرفته. خاندان پهلوانی بیشتر پس از خود فریدونه یا پایانه های خود فریدونه، چون ما اینجا میبینیم که کم کم هنوز فریدون زنده هست، منوچهر هم هست که نوه دختری ایرج منوچهر، نوه دختری ایرج، اینها بر سر کار هست، هنوز فریدون هم زنده. پهلوانان پدید میان، پهلوانان چند نام برده میشه از این پهلوانان که تو شاهنامه میتونیم با اینها بر بخوریم که بیشتر از همه خاندان رستم سام نریمان هست که پدید میاد در اینجا، پس از چندی میبینیم که خاندان گودرزیان پدید میان، اینها از ویژگی پهلوانی زمان پس از فریدونه و این پهلوانی از ویژگی پهلوانی آن بود که اینها سپه سالارانی بودند که هنگامی که جنگ میشد به یاری شاهنشاه میومدند و خودشون شاههای زیر فرمون بودند. این دو سه نکته رو من که اکنون براتون نیاز دیدم بگم گرامیان، من سخن رو در اینجا اینگونه گرد میکنم که اسطوره برای ما بسیار سخن دارد و بیاری دانش‌های مدرن میتوانیم اسطوره رو باز بشناسیم، خودمون رو نزدیک بکنیم با آنچه که رویداد در گذشته‌های دور رخ داده، دشوار هست ولی میشود بیاری
به یاری دانش های مدرن نزدیک کرد خودمون رو. بر پای اسطوره شناسان، اسطوره رویدادی هست که در گذشته های بسیار دور رخ داده یا روزگارانی که نانوشتاری بود است رخ داده، و سپس این رویداد، این داستان یا این گزاره در بازه های گوناگون زمان، در فراز و نشیب های زمان برش افسوده شده، پیراسته شده، پیرایش آرایش تا به ما رسیده. پس چیزی نیست که بپنداریم که مردم در تنها در آرزو و آرمانشون آنها را ساختن. البته آرمان و آرزو بر آنها افسوده، اون هم در این هنگام اینها را بر آنها می شود گفت که آراسته اون رو. اون هم اینه که زمانی که از سوی بیگانه سرزمینی به تازش بره، آنان مردم برای این که به خودشون جان توانایی بدن، از توانمندی های پیشین خودشون یاری می گیرن، آن جان گذشته رو، جان قهرمانی گذشته رو بیاری می گیرن و میارنشون اکنون بهش بیگمان پر و بال می دن و رو تواناش می کنن تا این پهلوانی که در گذشته بوده است و جانش رو بخوان در جان خودشون بنشونن، بیاری آن جان گذشته و اکنون بر دشمن بتازند و پیروز بشن. از این گونه رویدادها ما در تاریخ داریم که رخ داده، ولی آنچنان نبوده است که بگیم نبوده. بوده، رستم بوده، بیگمان بوده، گرشاسب بیگمان بوده. چگونگی این خب جای سخن هست. و این از این برمیگردیم که فریدون سرشار از اسطوره هست، اسطوره‌ای که بر پای خوانشی که من گفتم. و یک زمانی رو ما در فریدون ببینیم که ایران از اون یک پارچگی پیشین خودش که از جمشید میاد و سپس آژیدها کم کارش نمی کنه و خود فریدون هم کارش در آغاز نمی کنه، سپس برای رفتن خودش کشور رو ستیکش می کنه و میده به از اون سنترالیسم به دیسنترالیسم در میاره، که این دیسنترالیسم سپس زمینه های شورش میشه. اگر ما خانش امروزین انجام بدیم، شورش که اون سرزمینی که جدا شده بودن، اونا برای خودشون ساز جدایی زدن، جدا که نشده بودن، به گونه باز هم به گونه زیر فرمان شاهنشاه بودن، ولی خب اونورتر رفته بودن، اینا سر ساز جدایی زدن و رو در روی زدن با کشور مادر و جنگ های فراوانی رخ دادن. میشه و در تئوری جامعه شناسی سیاسی امروز هم بهش برخورد که دیسنترالیسم آیا به اونجا می انجامه که دیگر پایان باشه، این که نه، میتونه زمینه جنگ های تازهی بشه، جنگ هایی که تا دیروز با هم دیگه یکی بودیم، امروز چون مرز کشیدیم رو در روی هم بیستیم و بجنگیم و بکشیم همدیگه من رو بر پایه دریافت گوناگونی که از همدیگر میکنیم. اینجا سخنم رو من به پایان میرسونم گرامیان و مینشینم پای سخن شما و پرسشاتون. سپاس.